به شما عزیزان در ایران و دیگر نقاط جهان سلام میگویم. جمشید چالنگی هستم، همچنان در استودیوی مرکزی ایران فردا در لندن با شما خواهم بود در ساعت پیش رو. شش بعد از ظهر به وقت لندن، 9:30 شب به وقت تهران و 7 بعد از ظهر به وقت اروپای مرکزی. نگاهی میاندازیم به آنچه که در عرصه داخلی ایران روی میدهد و در منطقه و عرصه بین المللی آنچه رو که مربوط میشه به ایران و مردم ایران بررسی خواهیم کرد در این شماره از تفسیر خبر. در ایران نرگس محمدی بازداشت شد. خانم نرگس محمدی فعال حقوق بشر در حالی بازداشت شد که مادر ستار بهشتی در خانه او بود. فریادهای مادر ستار بهشتی در بدرقه کسانی که نرگس محمدی رو به نقطه نامعلوم تا کنون منتقل کردند به جای نرسید. مادر ستار بهشتی همچنان تنها ماند. آن سوتر در پی 35 سال انقلاب اسلامی، پس از 35 سال انقلاب اسلامی و محکومیت هایی که از زبان آیت الله خمینی و همراهان انقلابی او جاری می شد در وابستگی ایران پیش از انقلاب، ایران به برکت حکومت دینی برآمده از انقلاب آب آشامیدنی از کشورهای همجوار وارد می کند. ایرانیان نیازمند آب شدند. خودکفایی شعار هر روز و هر شب روحانیت حاکم شیعه در ایران و همراهان آنها بوده، اما اکنون خبر میرسد رسانه‌های خبری دولتی که به زودی از 3 کشور همجوار آب وارد می شود. آن سوتر در عرصه منطقه‌ای حکومت ایران با برباد دادن سرمایه های مردم ایران در عراق، سوریه، یمن و لبنان به دنبال چیست؟ و آنگونه که خبرهایی منتشر شده، آیا یک هیئت نفتی آمریکایی در تهران به سر میبرد؟ پرسش ها و خبرها بسیار است. در میان میگذاریم در این شماره از تفسیر خبر. در آلمان آقای فریار اسدیان تحلیلگر سیاسی و در اسکاندیناوی آقای محمد رضا حیدری عضو کمپین سفارت سبز. با شما عزیزان خواهیم بود تا لحظاتی دیگر. آقای اسدیان سلام به شما. درود به شما آقای چالنگی عزیز و درود به آقای حیدری و همه بینندگان تلویزیون ایران فردا. آقای حیدری عزیز در نروژ، با سلام به شما. منم خدمت شما و جناب اسدیان سلام دارم، همچنین بینندگان برنامه در خدمتتون هستم. خب آقای اسدیان بذارید از اینجا آغاز کنیم که البته آقای ظریف اعلام کرده که ما هیچ کسی رو به دلایل عقاید زندانی سیاسی نداریم در این قرار. وزیر خارجه جمهوری اسلامی است. نرگس محمدی امروز سه شنبه در تهران بازداشت شد برای چندمین بار و بسیار دیگه. چرا یک حکومتی که خودش رو حکومت مقتدر مینامه، خودش رو به اصطلاح ابرقدرت معنوی منطقه و بقیه صحبت هایی که کردن،
از یک بانویی مثل نرگس محمدی با یک مادر داغداری نشستن حرف میزنن، صحبتهایی میکنن در خانهشون، هجوم میبرن ماموران گزمه های ولایت و بازداشت میکنن. چرا؟ چرا نگرانه؟ هراس داره؟ واقعیت این آقای چالنگی همجور که میدونین واسه چندمین بار خانم محمدی دوباره دستگیر شدن و همین دستگیری نشون میده که چقدر سخنان آقای ظریف در رابطه با اینکه هیچ کس به خاطر عقایدش در حکومت اسلامی دستگیر نمیشه دروغ و بیهودگویی و نارواگویی است. واقعیت اینه که جمهوری اسلامی فعلا در شرایطی به سر میبره که از هر گونه صدای اعتراضی حراس داره و کار امروزش هم نیست. از 35 سال به این سو هر کس در رابطه با سیاست‌های داخلی، خارجی، سیاست‌های فرهنگی، اقتصادی جمهوری اسلامی حرفی زده که متناسب با خواسته‌ها و امیال حکومتگران نبوده دستگیر شده، شکنجه شده، زندان شده. کهریزک نمونه بارز اون هست، قتل‌های زنجیره‌ای، قتل عام زندانیان سیاسی و این نمونه آخر نیست و نخواهدم بود. تا این جمهوری اسلامی برقراره ارکان اساسی این حکومت و دروغ و ریاورزی و در ملأ عام دروغ گفتن به این صورت تشکیل خواهد داد و سرکوبم ذاتی این جنبش هست. من یادتون هست یک روزی روزگاری این آقای حجت الاسلام کدیور که از محدوده حکومتگران هم به بیرون پرداخت شده است اومد در همین صدای آمریکا به وضوح شعار مردم رو تحریف کرد و جلوی چشم میلیون ها بیننده و کسانی که دنبال مسائل سیاسی ایران هستند به اون آشکارا به دروغ پردازی پرداخت. اما واقعیت اینه که از نظر خود اینا دروغ نمیگن. این کارا اسمش دروغ نیست، این کارا اسمش تقیه است. همچنان که از خود آقای خمینی شروع شد که گفت من خدعه میکردم وقتی که به مردم وعده های آنچنانی میدادم تا بتونم رقیب رو که اون سیستم پهلوی بود از میدان مبارزه خارج کنم. اینا تقیه میکنن، دروغ میگن، دروغ هم حقشونه و ما باید بیشتر هوشیاری نشان بدیم و پایه‌های این دروغگویی رو بیشتر بشناسیم. آقای اسدیان، حرف من این نیستش که چه میکنن، آنچه که انجام میدن مردم کم و بیش میدونن، یعنی بسیار دقیق. حرف من اینه که 35-6 سال گذشته از انقلاب، نخستین حکومت الله بر زمین ابراز قدرتمندی میکنه و همه اینها، چه نگرانی داره از یک بانوی ایرانی که گوشه منزلی نشسته صحبت میکنه علیه اعدام تلاشه؟ چرا نگرانه؟ چرا از یک وبلاگ نویس نگرانه؟ آیا نشونه قدرتش هست؟ نشونه ضعف، نشونه حراس، نشونه این هستش که نشونه چیه؟ دورش به خونه خانم نرگس محمدی نشانه چیست؟ جمهوری اسلامی در طول این 35 سال در تمام زمینه ها به بن‌بست رسید. از نظر اقتصادی ما با یک کشور ویرانه روبرو هستیم. تولید داخلی تقریبا به صفر رسیده. واردات بنجل به حد اکثر خودش رسید. در زمینه طبیعت همونجوری که شما اشاره کردین ما باید آب از بیرون وارد کنیم. 97% آبهای سطحی کشور از میان رفتن. وزیر کشاورزی خود این آقایون اعلام کرده که به زودی 50 میلیون نفر به خاطر کمبود آب در این کشور باید برای نجات خود از کشور مهاجرت کنند، بیرون ببرند. این وضع طبیعتش. از نظر فرهنگی اون ایدئولوژی اسلام با شکست 100% روبرو شده. معاون شهرداری تهران همین هفته پیش بود اعلام کرد که 90% جوانان ایران از اسلام برگشتن. اینها هرچی حوزه عمومی رو با فقه اسلامی میخوان اشغال بکنن نتیجه معکوسه. حالا به روایت شیعه از اسلام سیاسی از هرچی که هست. بله بفرمایید. بنابراین تنها
راهی که برای حفظ خودشون تشخیص دادن و هیچ راه دیگه هم نیست، یا باید واقعا یک گشایش سیاسی باز بشه تو این مملکت که اینا خواهانش نیستن، و یا اینکه فقط با سرکوب و فشار حکومتشون رو حفظ کنن. مسئله خانم نرگس محمدی تنها نیست، مسئله این هست که این حرفا در جامعه ایران، در جامعه شهری ایران نفوذ داره. اینها از نفوذ کلام این شخصیت‌های مبارز که واقعاً از جان و مال و زندگیشون گذشتن در حراسن. در حقیقت امثال خانم نرگس محمدی و دیگران به تنهایی کار 10 تا سپاه پاسداران در جامعه ایران میکنه در مقابله با اینها. اینها از هر کلامی که نفوذ مادی داشته باشه، تأثیر مادی در جامعه ایران داشته باشه حراس دارن، و راهی هم جز یا دموکراسی مطلق، دموکراسی باز و یا سرکوب مطلق میدن. اسلامی نشون داده که 35 سال راه دوم انتخاب کرده و ناگزیر از سرکوب هم هست. خب من یک اشاره بکنم، آقای اسدیان اشاره کردن در بخش پیشین صحبتاشون به آقای محسن کدیور و تحریف حرف مردم، شعاری که میدادن در اون زمان، نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران. آقای محسن کدیور یکی از کارگزاران پیشین همین حکومت، حکومت فقیه، که به دلایل هرچه که بود در میون خود حضرات از دایره قدرت کنار رفت، کنار انداخته شد، کنار پرت شد به گفته آقای اسدیان. ایشون آمد و با صراحت رو به دوربین چشم بینندگان آشکارا تحریف کرد. اشاره آقای اسدیان به این موضوع هست و گفت خیر چنین نیست، نمیگویند، نگفتن نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران، گفتن هم غزه هم لبنان جانم فدای ایران. به هر حال هم شیوه است از راستگویی علمای اعلام و حجج اسلام در حکومت ایران، اونهایی که دستشون به دم گاوی در حکومت فقیه بست است. اما این محسن کدیور هست، آقای حیدری، وزیر خارجه ای که تحصیل کرده آمریکا هم هست، همیشه هم به لبهایشون هم بی جا و با جا و گشوده به خنده است و خنده های با معنی بی معنی همه اینها، این چرا دروغی به این شکل، چرا دروغی به این شکل؟ آقای اسدیان اشاره کردن در آمریکا به هر حال ایشون زندگی کرده. خب میدونه افکار عمومی آمریکا، خب زندانی سیاسی نداریم، یعنی اونایی که تو زندانن حالا هیچ، مسعود باستانی، ارجنگ داوودی و و و و خانم نرگس محمدی همین امروز سه‌شنبه بازداشت در تهران، حمله گزمه‌های ولایت فقیه. چرا یه همچی دروغی؟ وزیر خارجه بد نیست؟ خب اگر که جناب آقای ظریف غیر از این میگفت جای سوال بود. آقای ظریف در واقع سکان سیاست خارجی جمهوری اسلامی رو داره به پیش میبره که پایگاش و ستونهاش بر اساس دروغ در واقع گذاشته شده. از ابتدای تأسیس این نظام که آقای خمینی اونو بنیاد گذاشت با دروغ همراه بوده و تا به امروز هم دروغ در واقع در این نظام نهادینه شده و ما میبینیم که خیلی به راحتی مقامات و دستاندرکاران این نظام میان دروغ میگن و آقای ظریف هم میبینیم که خیلی راحت میاد دروغ میگه، و نه در خصوص زندانیان سیاسی و در واقع مسائلی که در مصاحبه اخیرش مطرح کرده، در داخل کشور هم آن چیزی که در پشت پرده توافق شده با غرب رو جور دیگه ای در داخل با هماهنگی بیت آقای خامنه ای مطرح میکنه و این برگرفته در واقع از خود این نظام جمهوری اسلامی است. و اگر بخوایم بررسی بکنیم ریشه های خود این نظام رو بررسی باید کرد که چرا فرهنگ و در واقع اون جامعه ایران رو به این مرز رسونده که همگان باید به نوعی با همدیگه دروغ بگم. و در داخل جامعه ایران ما میبینیم که در تماسایی که من با خود دوستانم هم داشتم، متاسفانه این فرهنگ در داخل کشور توسط این نظام جا افتاده و خیلی راحت به همدیگه دروغ میگن.
و ما در تظاهرات های سال 88 شاهد بودیم که مردم به نوعی با این قضیه خواستن مقابله کنن و با آقای احمدی نژاد و تیمش تحت عنوانی که دروغ میگن وارد صحنه شدن، ولی متاسفانه اون جنبش در نهایت توسط آقای خامنه ای و سپاه پاسداران به نوعی سرکوب شد و امروز ما میبینیم دولت اعتدال امید آقای حسن روحانی و وزیر خارجش همون راه رو دارن میرن و با همون وضعیت شروع به دروغ گفتن و جور دیگر انعکاس دادن مسائل، طوری که فکر میکنن دنیا و جامعه جهانی در خوابه و اونها رو نگاه نمیکنه و رصد نمیکنه و غافل از این هستن که در واقع همگان در خارج از ایران کاملا بر مطبوعات آزاد نظارت دارن و دارن نگاه میکنن که در داخل ایران چه میگذرد و آقای ظریف متاسفانه فکر میکنه مثل مردم داخل میتونه با این دروغ ها اونها رو هم فریب. خب نکته اینه آقای حیدری، ببینید آقای احمدی نژاد هم درست نشست با یکی از شبکه‌های تلویزیونی آمریکا. من اینو در پرانتز هم بگم خدمت شما که این مصاحبه ها بدون هزینه نیست. مصاحبه آقای احمدی نژاد در با سی ان ان، بعدها اسنادش این ورور منتشر شد در خود آمریکا که حدود 5 میلیون دلار پرداخت شده بود از طرف ایران به این شبکه برای انجام این مصاحبه، با شرطی هم که مثلا سوالا رو از قبل بفرستن برای ایشون. حالا یه داستان دیگه است. اما آقای احمدی نژاد هم همین حرف رو زد که ما در ایران زندانی سیاسی نداریم. آقای ظریف هم این همین حرف رو زد. یعنی فرق کجاست؟ مثل این که در خیلی چیزا با هم همه مشترک هستن، هم از اصلاح طلب و غیر اصلاح طلب و هر چی که هست، هر عنوانی که دارن، اصلاح طلب داخل کشور، اصلاح طلب خارج از کشور، مثل آقای کدیور یا همه رو من نمیگم، اینایی که هستن دستشون به دم گاوی مستقیم یا غیر مستقیم وابسته است. اینطور نیست؟ خب دقیقا اینها با توجه به اینکه همه این افراد در چتر ولایت، زیر چتر ولایت فقیه دارن در واقع حکومت میکنن و این پست ها و این عناوین رو با وجود در واقع این شبکه‌ای که جمهوری اسلامی ایجاد کرده در واقع به دست آوردن و همونطور که ابتدای مطلب خدمتتون گفتم اگر غیر از این میگفتن جای شک و شبهه داشت. همین اخیرا نامه‌ای که خود آقای مهدی خزعلی برای آقای روحانی نوشته نشون دهنده همین موضوع، چون این عزیزانی که در داخل بودن به نوعی فکر میکردن با روی کار اومدن آقای حسن روحانی و اون شبکه بنفشی که ایشون به راه انداخته میتونن به یک سری از خواستهاشون برسن و ما میبینیم که الان همون طیف هم به نوعی متوجه شدن که با این قضایا به جایی نخواهند رسید و به طوری که خود آقای خزعلی گفته ما دیگه نباید خاطر اینکه به دام یک سرهنگ بیفتیم به دام یک فرد حقوقدانی که امنیتیه بیفتیم. این نکاتی هستش که در واقع نشون دهنده اینه که همه این افرادی که از کیسه در واقع آقای جنتی و شورای نگهبان خارج میشن و تحت عنوان رئیس جمهور به مردم ارائه میشن، همگی در واقع نیروهایی هستن که در خدمت ولی فقیه در باید کار کنن. به آقای مهدی خزعلی اشاره کردن، همونطور که آقای حیدری هم اشاره کردن، به هر حال از کارگزاران حکومتی، از فرمانبران و کارگزاران حکومتی که به هر حال در عرصه خارجی، تبلیغات خارجی برای حکومت کنونی ایران یعنی حکومت دینی به اعتبار پدر ایشون که عضویت بالایی در حکومت داشته از 23 بهمن ماه 57 تا به امروز از مسئولیت‌های برخوردار بود. این آقای مهدی خزعلی با لعابی از همدردی با مردم، از جنس همدردی همین روحانیتی که الان حاکم هست بر منبر، که هر جایی که کم میاد یا به قول امروزی ها کم میارن بر منبر ابراز همدردی با مردم، مثل آقای رفسنجانی فیلمسل، که انگار من و شمای عزیز ما بیننده گرامی در به وجود آوردن این وضع سهیم بودیم. آقای رفسنجانی امروز از ظلم میگه، از این از اون که بر مردم میره یا بقیه. این آقای مهدی خزعلی رو من توضیح دادم برای عرض کنم خدمتون برخی بینندگانی که نمیدونن، از کسانی که به هر حال تلاش بسیار کردن و میکنن که چهره
حکومت رو در زمینه‌های مختلف در بیرون از ایران برای افکار عمومی غیر ایرانی بزک کنن که کردن تا اندازه بسیار زیادی، و به هر حال داستان اینها بسیار هست. امیدواریم در برنامه‌های دیگه به این موضوعات برسیم، حتما خواهیم رسید. و اما شما آقای اسدیان گرامی، چون این حرفایی، چون این سخنانی تا چند اندازه در خارج از ایران، من دیدم که وزیر خارجه استرالیا به ایران رفت، صحبتایی کرد و برگشت و اینها، و دولت کنونی استرالیا میدونیم که بسیار سختگیر شده نسبت به پناهجویای ایرانی، و در جزایری که تحت قیمومت به اصطلاح استرالیا هست، بسیار ایرانی ها هستن که با سختی زندگی میکنن، گریزان از حکومت ایران. حالا ایشون این بانو که به ایران رفت و خیلی هم تعریف کرد، که یعنی تعریف که چه از کنم، تایید کرد کارهایی رو که میکنم. تا چند از این کارها و این حرفا و این سخنان امثال محمد جواد ظریف و امثال همین آقای مهدی خزعلی که اسم بردن، چون ایشون هم دست کمی در موارد نداشتن در پیش از اینکه این گرفتاری های در جنگ داخلی متوجهشون بشه، برای مردم بیرون از ایران، مخاطبان غیر ایرانی مؤثر هست چون این حرفایی، با توجه به واقعیت هایی که در ایران میگذره؟ ببینید، واقعیت این آقای چارنگی که در در اروپا و در آمریکا هم تا اندازه بسیار زیاد، ما با خبرنگاران جدی روبرو نیستیم که واقعیت های جامعه ایران رو منعکس کنه. یعنی رسانه های گروهی، رادیو، تلویزیون ها بیشتر در جهت سیاست دولت هاشون عمل میکنن، که این دولت ها هم با این همین حکومت جمهوری اسلامی روابط گسترده اقتصادی داره و حاضر هم نیستن به هیچ وجه از این شریک اقتصادی که مثل گاو شیرده میمونه دست برداره. یعنی سیاست مماشات با حکومت اسلامی و حفظ این حکومت در اولویت سیاست خارجی کشورهای عضو اتحادیه اروپا هستند، و این دولتی هم که امروز، حکومتی هم که امروز سر کار هست در آمریکا، آقای مخصوصا شخص خود آقای اوباما، تمایل چندانی هم نداره که واقعیت‌های جامعه ایران به مخاطبان اروپایی غیر ایرانی منتقل بشه. یک نکته ظریفی هم در اینجا هست در سخنان آقای ظریف، که بیشتر مخاطبانش آمریکایی‌ها و انگلیسی زبانان و مردم کشورهای اروپاست، که این جوامع منتقل بشه که ما در ایران با زندانیان سیاسی روبرو نیستیم. و واقعیت هم این هم هست که بسیار طیف گسترده‌ای از نیروهای سیاسی که در خارج از کشور وجود دارن، یعنی نیروهای سیاسی ایرانی، بله، چه به صورت متشکل چه به صورت غیر متشکل، در حقیقت به نوعی توجیهگران بزرگ جمهوری اسلامی در خارج از کشور هستند. شما بارها مثال زدید، آقای بینون وقتی میاد از یک قاتل مردم عراق، قاتل مردم سوریه به عنوان عارف یاد میکنه، یعنی از یک نهاد دولتی مثل بی بی سی که کارمند اونجا هست، و بیاییم توی طیف توده اکثریتی ها، توی طیف بیشترینه طیف چپ و بیشترینه طیف اصلاح طلب، که هدفشون حفظ این نظام هست با تغییراتی که خودشون تصور میکنن باید در این سیستم حکومتی بشه. البته من استدعا میکنم از بردن نام هایی که حتی من از آقای مهدی خزعلی میخوام، این چیزهاییست که آمده هست، امیدوارم کسانی که نامشون برده میشه در این برنامه، همواره من گفتم در دور پیشین تفسیر خبر در صدای آمریکا هم برای من همیشه تاکید کردم که بیان و بشینن و در برابر بردن اسمشون، صحبتایی که پیرامونشون هست، پاسخ بدن آنچه رو که هست. هر کسی، درهای تفسیر خبر در اینجا هم باز هست به روی کسانی که نامی از اونها در این برنامه بودشون. ولی یک نکته رو من فقط بگم پیش از اینکه به بخش دیگه برنامه برسیم، این که دو نفر در اندیمشک دستگیر شدن، بازداشت شدن به عنوان عوامل نشر اکاذیب. آقای ایدری عزیز، نشر اکاذیب در فضای مجازی در اندیمشک،
آمدن گفتن با هدف ایجاد ناامنی. حالا این حکومت ایران چه جور حکومتی است که دو جوان در اونجا نشستن خبرهایی رو منتشر کردن باب تبع حکومت نیست؟ این ناامنی ایجاد میکنه، تشویش اذهان عمومی در سطح شهرستان انتشار به انتشار اخبار کذب در فضای مجازی پرداختند. خب چه در فضای مجازی، در فضای حقیقی همین آقای محمد جواد ظریف که نشر اکاذیب از این آشکارتر و وسیع‌تر در شبکه ام بی سی صحبت کردن که نیست که، ایشون چه سرنوشتی، چرا دو جوان اندیمشکی باید بازداشت بده؟ ظریف وزیر خارجه با آن دهان گشاده به خنده‌های بیهوده و بی‌معنا و نشر اکاذیب چنین که در ایران زندانی سیاسی ما نداریم. تازه ترین اونها که الان تا این لحظه خبری درباره آزادیش نیست و اینکه در کجا و چه کسانی بازداشت کردن، خانم نرگس محمدی است. گوشه از سخنان و حرفهای خانم نرگس محمدی رو میشنویم در جای و مکانی آنچه که این بانوی ایرانی گفته است. آیا منکری بالاتر از قتل یک انسان وجود دارد؟ در حالی که در همین متن مقدس قرآن اشاره شده که اگر کسی به ناحق کشته شود، گویی جامعه بشری کشته شده است. آیا کشته شدن جامعه بشری و کشته شدن ظالمانه ستار منکری قابل چشم پوشی است؟ اگر نه، پس این آمران به معروف و ناهیان از منکر طی این دو سال چه کردند؟ چگونه است که امروز در مجلس نمایندگان مجلس طرح امر به معروف و نهی از منکر را علم کرده اند، اما دو سال است که این مادر بر سر این مزار می گرید و ستار ستار می گوید؟ چرا هیچ ناهی از منکری تا کنون صدایش بر نیامده؟ چرا همان نمایندگان که در مجلس از ناهیان از منکر که در تشکیلات حکومت وارد خواهند شد قصد حمایت دارند، اما هیچ کس از صدای این مادر به عنوان ناهیه از منکر، منکری به زشتی کشته شدن یک انسان زیر شکنجه دفاع نکرده است؟ از کدام منکر میخواهید نهی کنید؟ به کدام معروف میخواهید امر کنید؟ آیا منکری بالاتر از کشته شدن بیگناهی؟ چون ستار بهشتی، چون هدا صابر، چون حاله صحابی، چون ندا آقا سلطان، چون سهراب اعرابی و هزاران هزار، آیا منکری بالاتر از این را جامعه بشری تجربه کرده است؟ پس چرا نهی نمی کنید؟ چرا در دادگاه ها به این قطع ها رسیدگی نمی شود؟ کدام یک از این پرونده ها به سرانجام رسیده است؟ مال ملت را به تاراج بردن، اختلاس هایی که دیگر حتی روزنامه نگاران توان نوشترش را ندارن، حتی گوش ها از شنیدن آن عاجزن. آیا منکری بالاتر از غارت اموال ملت؟ چطور نهی نمی کنید؟ چرا هیچ کدام از این پرونده ها به سرانجام نرسیده؟ آیا فقط موی من زن ایرانی منکر است که همه با هم بسیج شده اید؟ چرا 4000 موتور سوار باید در خیابان‌های تهران طرح بدهد که ما بیاییم و با بدحجابی مبارزه کنیم، چون بدحجابی منکر است؟ اما این 4000 نفر کجا بودند وقتی ناله های مادران کشته شدگان از سینه هایشان برخاست؟ آنچه که نرگس محمدی گفت شنیدید و دیدید. اما آقای حیدری گرامی، ببینید، انقلاب اسلامی در ایران سه شعار اصلی داشت: استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی. ایران هر اشکالی هم اگر داشت، مستعمره جایی نبود که شعار استقلال داده بشه. آزادی متاسفانه بعدن معلوم شد که کسانی که این شعار می دادن مفهوم روشن و مطالبه کاملا روشنی از آزادی آنچنان که و مشترکی نداشت.
این کاملا روشن شد. اگر منظور آزادی احزاب و مطبوعات و اینها بود که وقتی به دست آمد تنها مورد سوء استفادهش فحاشی و بددهنی بود به اینا و جمهوری اسلامی هم که یک چیز بسیار مبهمی بود برای بسیاری از مردم ایران و حتی شعار دهندگان، گو که در کتاب‌های آیت الله خمینی بود و کسانی که باید می‌خوندن نخونده بودن، از جمله رهبران وقت جبهه ملی بسیارشون و بسیار دیگه. به این مطالب باز هم میمونه جز وعده‌های بنده. خب یکی بعد این مفهوم استقلال رفت به طرف مفهوم استقلال اقتصادی و خودکفایی و همه این صحبت ها، به جای رسیده ایران که آب از کشورهای همجوار قرار وارد بشه، مسئولان حکومت اعلام کردن. باورتون میشه وقتی این خبر خوندین؟ شاید تعبیر همون شعار آقای خمینی است که کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا نیست؟ شاید ایران رو دارن به همون معنی و تعبیر آقای خمینی تبدیل به کربلا میکنن. عطشان البته گزارش هایی بود چند سال پیش، از چند سال پیش به این ور که ایران در کشورهای در منطقه از جمله ایران در سالی که در پیش داریم دچار خشکسالی میشن، ولی کو برنامه؟ بفرمایید. کما اینکه در صحبتهایی هم که در ابتدای برنامه آقای اسدیان گفتن، نام بردن از آقای عیسی کلانتری، ایشون که وزیر کشاورزی دوران اصلاحات و همچنین زمان آقای رفسنجانی بودن، عنوان کردن که عملا مملکت داره به سمت خشکسالی میره و باید 50 میلیون ایرانی به فکر چاره‌ای باشن برای مهاجرت از ایران. یعنی راهکاری که حضرات دارن در داخل ایران برای حل این مشکلات و تبدیل ایران به یک همچین وضعیتی اینه که مردم ایران از داخل کشور به بیرون رانده بشن. و متاسفانه اقدامات جمهوری اسلامی در جهتی هستش که روز به روز شرایط بدتر خواهد شد، با توجه به اینکه پولهای کشور باید در راستای بهبود شرایط مردم ایران خرج بشه، در راستای حمایت از گروه‌های تروریستی در خارج از ایران داره حیف و میل میشه و بخشیش هم توسط مدیران نالایق و افرادی که به نوعی سوء استفاده میکنن از موقعیت‌های خودشون در بانک‌های خارجی داره ذخیره میشه. امثال مثل آقای خاوری که با میلیون‌ها دلار پول ایران به کانادا فرار کردن، در داخل ایران بسیار هستن که حتی این افراد دارای گذرنامه‌های دو تابعیتی هم هستن که اخیراً تازه مجلس به نوعی بعد از این اتفاقات به دنبال اینه که اینها رو شناسایی کنه. و این واقعیت موجود جمهوری اسلامیه که عملاً با دروغ‌هایی که گفت و شرایطی رو که در واقع آقای خمینی و دوربریاش به وجود آوردن، کشور رو به این مرحله رسوندن و در 21 سال حکومت آقای خامنه‌ای وضعیت بدتر از حد تحمل مردم ایران شده. خوبه اشاره کردین دستی به این موضوع که دو تابعیتی هستن، مثلا فرض کنید آقای خاوری حالا ایشون در کانادا بود و یا کسان دیگه در جاهای دیگه و بسیاری از پولها به اروپا، کشورهای اروپایی، جای دیگه منتقل شده، اینها در صورت که واقعا یک دولتی باشه، پیگیر باشه، بخواد این پولها رو به سفره مردم، به زندگی مردم ایران برگردونه، مثل ریوایند بشه زندگی مردم به نحوی که این کودکان نازنین من و شما در خیابونهای تهران برگردن و به زندگی برسن، سر سامانی داشته باشن، لباس تمیزی داشته باشن، مدرسه داشته باشن، به جای این لکه هایی که بر صورتشون هست، بیماری های گوناگون، شادابی در چهره هاشون باشه، این بچه های نازنین ایران، این پول ها رو اگر یک حکومتی باشه پیگیر اینها، آیا میشه برگردون به ایران؟ گویی که خیلی از این پول ها معلوم نیست کجا هست، این چند میلیارد آقای زنجانی و بقیه که طی این سال ها بالای 800-900 میلیارد دلار مفقود شده فرزندان ایران از بین رفته. بفرمایید. متاسفانه جناب چالنگی، به واسطه اینکه فساد در داخل حکومت جمهوری اسلامی نهادینه شده، یک همچین پیگیری هایی به جای قد نمیده و عملا ره به جای نخواهد بود. و متاسفانه یه نکته ای که باید خدمتون بگم، اکثر فرزندان مقامات جمهوری اسلامی در رده های چه روحانی، چه لشکری و چه کشوری در خارج از کشور سالیان سال اقامت دارن و این فرزندان نیز مبادرت به دریافت تابعیت کشورهای دیگر رو کردن و نقطه ای شدن برای اتصال پدرانشون تا بتونن این پول ها رو که در واقع بیت المال مردم ایران بوده و باید در جهت منافع
ملت ایران خرج بشه از طریق اینها خارج شده. نمونه های بزرگ اون پسر خود آقای هاشمی رفسنجانی و دخترشون و خیلی از افراد دیگه‌ای که به نوعی در خارج از کشور، حتی فرزندان همین آقای جواد ظریف در خارج در آمریکا تحصیل دارن میکنن و مبادرت به دریافت در واقع گرین کارت و به دنبال گرفتن تابعیت حتی آمریکا هستن. اینا نکاتی که در وزارت خارجه ایران ثبت شده و مقامات جمهوری اسلامی و امنیتی جمهوری اسلامی کاملا از این قضایا با خبر هستن، ولی متاسفانه چون همگی سر این سفره نشستن و به دنبال این هستن که لقمه‌نانی رو برای خودشون تصاحب کنن، عملا سکوت کردن و دست در دست هم همونجوری که آقای خامنه‌ای فرمودن که موضوع رو کش ندن، به دنبال غارت بیت المال ملت ایران هستن و این کشور رو به نابودی دارن میکشن. حالا این پسر رفسنجانی رو آقای اسدیان به مهدی رفسنجانی به دادگاه میبرن میارن یا هر چنگایی به پرپای همدیگه میپیشن، آیا این واقعا عدالت خواهی نیست؟ اگه اومدن گفتن نه ما ببینید ما پسر رفسنجانی که از ارکان بسیار تنومند هست، فردا پسر فیروز آبادی که اون تنومندتر ترین شاید باشه در ارکان، اینا رو ما داریم میبریم با دادگاه این ور اومد، این چی هست؟ این عدالت خواهی نیست؟ من یاد این فیلم هایی که گاهی وقتا تلویزیون در مورد حیوانات میذاره میافتم، کفتارها به یک تومه دست پیدا میکنن و واسه چاپیدن این تومه به جنگ یک دیگر هم بر میکیزن، با هم دعوا هم دارن. دعوای اینها عدالت خواهی اینا با یک دیگر مثل این کفتار هاست، یعنی جنگ کفتارها با هم به عدالت هیچ ربطی نداره. اینها دعواشون سر این ثروت بیکران این مملکت که هرچه سریعتر و زودتر باید در حساب‌هاشون واریز بشه و کوچکترینش هم، یعنی تا آنجایی که بتوانند بر سر کار بمانند، این پول‌ها را در ایران خرج می‌کنند، اونم خرج مسائل نظامی، سپاه پاسداران، 4-5% که طیف این طرفداران این حکومت رو تشکیل می‌دهند. واقعا اینها دعواشون به این صورته. الان یکی از متهمینی مثل آقای هاشمی این صندوق رفاه دانشجویی هست که مسئولش رو خواستن و گفتن این 304 میلیارد رو شما از کجا آورد؟ چون هم گفتن من با شرکت‌های قرارداد بستم، به جای اینکه پول بذاریم توی بانک 20% سود بگیریم، با شرکت‌های شریک شدیم و خلاصه ذخیره 30% داشتیم و این پول از اونجاها اومد. بعد جالبیش اینجاست که یک نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه میفرسته، میگه آقا من از شما خواهش میکنم، ما پاسخگو هستیم، همه رو خواهیم گفت، ولی بهتر این هستش که به جای اینکه این مسائل در روزنامه‌ها طرح بشه، ما بیایم در دادگاه صالحه حضور پیدا بکنیم و اونجا این مسائل رو حل کنیم، چون پشتش به این گرم هست که این پول‌ها شریک‌های اقتصادی مشخص کیا هستن. همین آقازاده ها هستن، طرف های سپاه پاسداران هستن و اونجا با یک حکم حکومتی از بیت رهبری همه چیز حل میشه. اما اگر در سطح روزنامه ها پخش بشه این مسائل، روزنامه نگاران بتوانند در مورد این مسائل حرف بزنن، دیگه حکم حکومتی بیت رهبری، آقای خامنه ای، دستای دراز مجتبی خامنه ای دیگه کارساز به اون صورت نخواهد بود. واقعیت اینه که این جنگ سر ثروت بیکران این مملکت از روز اول در این هیئت حاکمه وجود داشته و تا به آخر هم ادامه پیدا خواهد کرد. این جنگ کفتار هاست و ربطی هم به عدالت اقتصادی، به عدالت اجتماعی، به عدالت سیاسی، به اجرای قانون نداره. خب الان شما اسپوردید از کفتار، من زیاد مایل نیستم به هر حال، چون حیوانات هر کدوم خصوصیت خودشون دارن، یعنی کفتارها که ما میگیم معمولا با یک دید بدی میگیم، اما این رو هم بگیم که حیوانات خب به اندازه‌ای که نیاز دارن و گرسنه هستن، همونطور که انسان‌ها، ما حالا متمدنانه میریم گاوی رو میگیریم میکشیم سرش رو میبریم و حیوانات دیگه ای رو و ترتمیز میکنیم، بعد میشینیم با قاشق و چنگال میخوریم. بقیه هم چنین میکنن، به نظر ما بد میاد، ولی اونها تا اندازه‌ای که نیاز دارن میخورن، یعنی
من فکر نمی کنم یک کفتاری که شما میگید یا هر حیوان نازنین دیگه یک هم نوعان خودشو بدره پاره کنه و بخور. دو، اگر یک مقداری خود و سیر شد راشو میکشی میره، یعنی یه مقداری از کف بقیه هم در نمیاره که ورداره ببره ذخیره کنه یا نه. آقای دری اینطور نیست؟ خب قاعدتا اگر با دنیای حیوانات بخوایم این جماعتی که حاکم شدن بر ایران مقایسه کنیم، خب برخی بر اساس همون داستان در واقع خوک‌ها که بر یک جامعه حاکم شدن اونگونه تفسیر میکنن، ولی در هر صورت آنچه مسلمه نظام جمهوری اسلامی و عناصر متشکلش به این زودی ها از بیت المال مردم ایران و منافع و منابع ملی مردم ایران سیر نخواهند شد و جنگی که اونها با هم دارن برای تصاحب سهم بیشتره و وجود ولی فقیه هم فقط برای اینکه به عنوان مبصر ناظر باشه بر سر اونها تا نکنه اسرار مگو نظام رو به نوعی با حرکات خودشون به بیرون درج بدن، وگرنه در خارج از کشور فرزندان این جماعتی که حاکم هستن بر ایران همگی حضور دارن و در خارج از کشور مبادرت به خرید منازل و اماکن مختلف کردن و اسنادش از دول غربی به خصوص در اروپا و آمریکا و کانادا و استرالیا حتی شاهد این هستن که عناصر رژیم جمهوری اسلامی و فرزندانشون چگونه پولهای ملت ایران رو به خارج منتقل کردن و سفارتخونه‌ها و سرکنسولگری‌های ایران هم ناظر هستن در جهت اینکه در مواقعی که اونا احتیاج به کمک دارن باید بهشون کمک بدن و حتی برای گرفتن وکیل برای احقاق حقوق این افرادی که بیت المال مردم ایران رو به نوعی از کشور خارج کردن. و متاسفانه آقای خامنه‌ای که باید حافظ این گونه مسائل باشه عملا فقط در جهت نظارت بر اوضاع و کسب امتیاز بیشتر برای خودش. آقای اسدیان عزیز، شما قضیه رو چطور می‌بینید؟ اینکه یا با اطلاعاتی که دارید که آلمان شما سابقه این موضوع بوده، کشورهایی یا کشوری مثل سوئیس، پولهایی که منتقل میشه از سفره مردم در این جنگی که شما تشبیه کردید به خارج از ایران، اینها تا چند اندازه قابل چیز هستن، بازگردوندن به ایران هستن، در صورت که یک دولتی در ایران سرکار باشه که دلنگران وضعیت مردم باشه، کودکان ایرانی باشه، آینده این کودکانی که در خیابونهای تهران و شهرستان ها میخوابن؟ من ابتدا میخواستم اون مسئله حیوانات رو در حقیقت بفرمایید، حتما مسائل اینا رو گفته آید در حدیث دیگران به قول مولوی، وگرنه حرکات حیوانات غریزی حرکات این آقایون ارادیه، این تفاوت‌ها رو میدونن، تمثیلی بود با بله خب مسلم مثال میزنم، اگر نه اما واقعیت اینه که آقای چالاکی من تا الان تجربه چندانی ندارم، یعنی به یاد نمیتونم بیارم که کشورهای دیکتاتوری که سقوط کردن پولهای اینا مخصوصا از سوئیس و از جاهای دیگه بازگردونده بشه. یکی از دلایل مهمش هم این هستش که این پولها به صورت قانونی یا به صورت علنی نیست و معلوم هم نیست که این حساب ها به نام چه کسانی باز شده، پول ها به چه اسامی هست. و خود این مسئله، من چند وقت پیش سوئیس بودم با دوستان صحبت میکردیم، میگفتن یکی از بزرگترین درآمدهای سوئیس از همین پول هاست که مال هیچ کس نیست و کسی هم نمیتونه به نام کی هست چجوری بخوان مگر اینکه قوانین بین المللی ایجاد بشه که پولهایی که این آقایون در بانکهای خارجی ذخیره کردن از چین و روسیه و مالزی و آلمان و انگلیس و همه جای دنیا اینا پولها رو پخش کردن بتونه بر. من خودم به یاد نمیارم که چنین اتفاقی در سطح کلان بعد از فروپاشی نظامهای دیکتاتوری اتفاق افتاده باشه. من نمیدونم پولهای صدام حسین در بانکهای خارجی به کجا کشید، قذافی چه شد و دیگران و دیگران. من تجربه چندانی ندارم، شناخت چندانی هم ندارم از این مسئله. البته من یک نکته رو اشاره بکنم، این که پولها یا سرمایه هایی که در آلمان هیتلری از مردم گرفتن، هم از یهودیان آلمان و جاهای دیگه و مردمان دیگه، بعدها به دنبالش رفتن، بخشی از اینها گرفته شد، بازپس گرفته شد،
و این نکاتی است که برای در زمان معاصر و همونطور هم که اشاره کردن در سوئیس برای بسیاری از حساب‌ها از این مبالغی به بالا نه تنها بهره‌ای نمیدن بلکه کرایه هم میدن. این نظراتی که مثالی هم هست در خود سوئیس هم حتی میگن که مثلا خب کشوری است که اموراتش تکنولوژی بسیار زیادی داره، شکلات سازی همه اینا هست به جای خود، ولی یکی از ارکان اساسی اقتصادش همین هست که از پولهای دزدان جهان محافظت میکنه. حرفیست که در سوئیس زده میشه و به اضافه اینکه شاید هم زمان اون رسیده که از نظر شرعی دیگه علمای حاکم از جمله آقای خامنه ای و بقیه به دلیل اینکه یک روز خمس و زکات میگرفتن، امروز روز چنان ذخیرهایی از سفره مردم دارن زیر نگینشون از وقت اون است، شاید بشه یک فتوایی داد که اینها دیگه حالا وقتش رسیده به مردم، به کودکان ایرانی خمس و زکات بدن که پای افزاری داشته باشن و دفتری و قلمی و لباسی و لقمه نانی. شاید بشه چون این فتوایی رو داد. پی میگیریم تفسیر خبر رو از شبکه تلویزیونی ایران فردا تا لحظاتی دیگر. با من و شما هستند آقای محمد رضا حیدری، دیپلمات پیشین و عضو سفارت کمپین سفارت سبز نروژ، و آقای فریار اسدیان، نویسنده و تحلیلگر سیاسی در آلمان. آقای حیدری عزیز، ببینید باز چون خبرها روز به روز میشه، ایران واقعا به دنبال چی هست؟ یه موقعی از منافع استراتژیک، مصالح استراتژیک کشوری رو میبره تا اون بره اقیانوس ها، باید بره اونجا کارهایی بکنه، اقداماتی انجام بده، جزء پیمان های نظامی به شهر شکن هست، ولی ایران در یمن به خصوص به دنبال چیست؟ در اطراف باب المندب شاید مسئله ای هست ما خبر نداریم. آقای حیدری عزیز شما به ما بگید. جمهوری اسلامی اصولاً با توجه به استراتژی خودش که از ابتدای پیدایشش بحث صدور انقلاب رو مطرح میکرد، الان بستر این قضیه رو با توجه به اتفاقاتی که در منطقه افتاد و پس از دو جنگی که آمریکا با افغانستان و در واقع طالبان به راه انداخت و از طرفی در حذف صدام حسین کمک کرد، باعث شد شرایط به گونه‌ای فراهم بشه که جمهوری اسلامی اون مطلبی رو که در سر پرورده بود و آقای خامنه‌ای در واقع به دنبالش بود، به کمک سپاه قدس بخوان نهادینه کنن و این رو در واقع گسترشش بدن. این نکته‌ای بود که با توجه به شرایطی که در منطقه به وجود اومد از این ابزار دارن استفاده میکنن، و نکته‌ای هم که در واقع درش نهفته است، جمهوری اسلامی فکر میکنه با ایجاد این بحران ها و دخالت هایی که در کشورهای دیگه میکنه میتونه مسائل داخلی خودش رو به نوعی تحت شعای اونها قرار بده، و ما میبینیم که عملا در امورات کشورهایی مثل لبنان، سوریه، عراق، افغانستان و بحرین و یمن و حتی خود عربستان داره دخالت میکنه و فکر میکنه که به این گونه میتونه این کشورها رو در واقع تحت سیطره فکری و عملی خودش قرار بده و از بیت المال مردم ایران و پولهای مردم ایران در جهت در واقع پیشبرد این مقاصد هم داره استفاده میکنه، و عملا همون گونه که در بحثهای قبلی هم خدمت شما داشتیم، این موضوع برای منافع ملی مردم ایران اثری نداره جز اینکه باعث میشه روز به روز شرایط جهانی بر علیه مردم ایران بشه. کما اینکه همین روز گذشته در اجلاس در واقع شورای همکاری خلیج فارس ما میبینیم که آقای اولان و رئیس جمهور فرانسه شرکت میکنه و نشون میده که کشورهای عربی از یک حرکت دیگه‌ای دارن در واقع برخوردار میشن و اون حالت انفعالی که نسبت به جمهوری اسلامی داشتن رو دارن کنار میذارن، با توجه به اینکه میبینن که آمریکا و آقای اوباما هم به دنبال مماشات با جمهوری اسلامی هست و دنبال این هستن که با کشورهای اروپایی به دنبال در واقع مساله خودشون برای جلوگیری از نفوذ جمهوری اسلامی در واقع اقدام کنن.
صحبت اوباما رو کردید، ببینید الان صحبت این هست که یک شرکت نفتی در ایران هست و میره و میاد، البته واشنگتن هم گفتن که تقریبا همون حالت نه آره نه نه اشاراتی کردن مسئولان واشنگتن. خب اگر قرار معاملات انجام بگیره چرا این همه به این شکل شطور سواری که دولا دولا نداره؟ ایران یک کشور نفتخیزه و به هر حال تکنولوژی نفتی هم یکی از کشورها که داره عمده ترین شاید آمریکاست و بقیه، چرا این قضیه رو اینقدر کش میدن؟ قضیه مذاکرات اتمی چرا به اینجا رسیده تا به حدی که شرکت نفتی آمریکا 4 نفر فرستاد ایران نمیشه حتی خبرش رو رسما آمد و گفت؟ خب اگر روی این محور بخوایم صحبت کنیم، خب قاعدتا کشور آمریکا به واسطه ارتباطات نزدیک و مبادلات تجاری که با کشورهای عربی حوزه خلیج فارس داره نمیخواد این قضایا به سمت سوی بره که اونها در واقع وحشت کنن و به نوعی بخوان منابع مالی خودشون رو که در آمریکا در واقع به نوعی سرمایه گذاری کردن به خارج از آمریکا منتقل کنن. و به خاطر همینه که ما میبینیم آقای اوباما علی‌رغم اینکه به دنبال یک توافق هسته‌ای با جمهوری اسلامی هست، نیم نگاهی هم به کشورهای عربی داره و به دنبال اینه که اونها رو هم آروم کنه و ما در هفته آینده میبینیم که اونها رو دعوت کرده در کمپ دیوید تا بتونن در واقع روی همین مسائل به اونها این قوت قلب رو بده که آمریکا به اونها اسلحه خواهد داد و از اونها حمایت خواهد کرد. این نکته ای هست که به نوعی در واقع بازی دوگانه ایه که آمریکا و حزب دموکرات داره با برگ ایران و کشورهای عربی در واقع انجام میده. بله، و تفسیر شما رو میشنم. این مذاکرات اتمی های یک عده‌ای گفته میشه در تهران هستن که زینف هستن در وضعیت موجود. آقای روحانی هم وقتی اشاره میکنه دلال های تحریم ها برن به فکر دیگری باشن، کسی نیست ازش بپرسه آقا تو الان شما که این دلال ها مگه از آسمون که نیستن، در همین نظام هستن، چرا اینقدر طول میکشه؟ چرا اینقدر به اینجا رسیده این همه سال و ماه و روز و هر چه که هست؟ آقای اسدیان کم حدود 2 دقیقه وقت. هم آقای روحانی هم آقای ظریف و هم بسیاری از این طیف دولت امید و تدبیر اینا بیان کردن، اینا بیان کردن که واسه مسائل هستیشون دنبال خرید وقت هست، اینا به وقت بیش از هر چیزی نیازمند هستن و این وقت رو اوباما میخواد در اختیار اینها بگذارد. اما واقعیت اینه که وزارت سخنگوی دولت، وزیر امور خارجه، مذاکره کنندگان با ایران همشون اعلام کردن که ما به دنبال توافقی هستیم که بتونیم راست آزمایی کنیم که جمهوری اسلامی به دنبال تسلیحات هسته‌ای نیست. ما بر اساس اعتماد با جمهوری اسلامی مذاکره نمی کنیم. چیزی که آقای ظریف و آقای روحانی با خنده های آنچنانیشون در سطح جهانی به دنبال این هستن که اعتماد کشورهای پنج منطقه‌ای که آمریکا رو جلب کنن، اما دست اینها رو شده و اینها به جز از نظارت های گسترده و وسیع با جمهوری اسلامی به توافقی نخواهند رسید. بذاری شخص آقای خامنه ای هم به دنبال این توافق نیست، تحریم ها برداشته نخواهد شد، بارها اعلام کردن، اگرچه اوباما تضمین کرده که 50 میلیارد دلار به جمهوری اسلامی پیش پرداخت کنه، 20 میلیارد دلارش دادگاه فدرال جمهوری اسلامی رو محکوم کردن به خاطر مسائل تروریستی و غرامتهایی که دادگاه تعیین کرده، بقیهش هم باید روشن بشه صرف چی خرجایی خواهد شد. اینه که این مسائل پول میکشه به خاطر عدم اعتمادی که در جهان وجود داره در رابطه با جمهوری اسلامی و جمهوری اسلامی ثابت کرده که فقط و فقط با دروغ و فریب و نیرنگ به پشت میز مذاکرات می‌نشینه. اینا بیان کردن آقای صالحی که ما آن چیزی که مشترکاً خواهیم شنید بعد از توافق این هست که تمام قطعنامه‌های سازمان ملل بر اساس یک قطعنامه بسیار خوب و این دروغ بزرگ. برحال همونطور که اشاره کردم بسیاری هستن که معتقد هستن، یعنی با اسناد دلیل، که یه گروهی در ایران خواستار این هست که تحریم ها همچنان ادامه پیدا کنه و سود میبره. آقای فریاد عزیز، این نقاشی های پشت سر شما مال خود شماست دیگه فریاد؟ بله
به هنرهای مختلف آراسته هستید، دست شما درد نکنه، امیدواریم بتونیم روزی یک نمایشگاهی از کارهای شما رو ببینیم. سپاس بسیار داریم آقای اسدیان گرامی و سپاس از شما آقای محمد رضا حیدری عزیز. با تشکر از شما. به پایان این برنامه تفسیر خبر میرسیم، با امید به فردایی بهتر. با برآمدن آفتاب از فراز البرز، سند و سبلان آسماری، کوهساران دنا درا کلوند کوه و زگرس و تابشان بر فلات ایران زمین، دلهایتان شاد، روزگارتان خجسته باد.